داری مقاله یا یک پایان نامه می‌نویسی و سردرگم بین این همه رفرنس و مرجع و نمی‌دونی اونا رو چطوری وارد کنی یا اگر تغییر کوچیکی درش دادی به هم نریزه. پس با ما همراه باشید. دوستان عزیزم، ما تو این ویدیو قراره به شما کار با نرم افزار مندلی که متعلق به کمپانی گوگل رو بهتون یاد بدیم. عزیزان اینو بگم که مندلی بسیار یوزر فرندلی و کار کردن باهاش ساده است. پس با ما همراه باشید تا این آموزش رو ببینید. عزیزانم، ما تو این کانال یعنی فرجین پژوهش ویدیوهایی رو با شما به اشتراک میذاریم تا بتونید در مورد مقاله نویسی و روش پژوهش اطلاعاتی کسب کنید و به صورت حرفه‌ای مقاله نویسی رو شروع کنید. پس اگر از این سر ویدیوها خوشتون میاد با زدن کلید سابسکرایب و دکمه زنگوله اولین کسی باشید که ویدیوهای ما خبردار میشید. با ما همراه باشید. یکی از چالش ها و دردسرها و معضلات و مصیبت هایی که یک نویسنده تازه کار باهاش مواجهه اینه که چجوری توی متن خودش به کارهای دیگران استناد کنه و اصطلاحاً رفرنس بده به کارهای پژوهشگرهای دیگر. آیا اینا رو به صورت دستی بنویسد یا به صورت اتوماتیک موضوع صحبت امروز ماست. درود بر همراهان عزیز خورجین پژوهش، من مهدی هستم و امروز میخوام یک ترفند و یک تکنیک خیلی ساده بهتون یاد بدم تا از شر این مصیبت ها خلاص بشید. شما به جای این که بیاید به صورت دستی استناد کنید و رفرنس بنویسید، از نرم افزارها استفاده کنید و نرم افزار مندلی موضوع بحث امروز ماست و استفاده از کدهای دی او آی اون رفرنس هایی که میخواید ازش استفاده کنید. اگر نمیدونید کد دی او آی یعنی چی، لطفاً به ویدیو مربوطه مراجعه کنید، تماشا کنید و بعد برگردید ادامه این ویدیو رو تماشا کنید. بریم با یک مثال عملی و عینی این کار رو انجام بدید که ببینید چقدر ساده میشه به صورت اتوماتیک رفرنس داد و از دردسرهاش فرار کرد. همراهان و پژوهشگران عزیز، یکی از جاهایی که شما بیشتر احتیاج دارید به رفرنس گذاری در بخش مقدمه یا اینتروداکشن مقاله شماست. مثلا شما یک پاراگراف نوشتید، این پاراگراف چند تا جمله داره، حالا اینها رو از جاهای مختلف استفاده کردید، این مطالبی رو که گردآوری کردید و تنظیم کردید. بالفرض میخوایم آخر جمله اول رفرنس مربوطش رو اینجا وارد کنیم. این رفرنس رو اول باید ببین از کجا آوردید. ببینید دی او آی مقاله مربوطه چیه. مثلا من فرض میکنم که شما رفرنس اولتون از مقاله است که دی او آی اون مقاله رو میتونید از فایل پی دی افش یا از سایت مربوطش پیدا کنید. این کد دی او آیشه. خب شما کافیه که بیاد این رو کپی کنید، پیشوند و پسوندش رو کپی کنید کفایت میکنه. کنترل سی، این کپی شد. حالا ما برمیگردیم به فایل وردمون. میایم توی فایل وردمون از بخش رفرنسز گزینه اینسرت سایتیشن رو انتخاب میکنیم. فقط باید دقت داشته باشید که شما باید از قبل نرم افزار مندلی رو نصب کنید و این رو سازگار کنید با نرم افزار وردتون. به سادگی این کار امکان پذیر هست، یعنی در فایل ورد شما مندلی اتوماتیک حضور دارد توی بخش رفرنسزش. اینسرت سایتیشن رو میزنید، یک باکسی باز خواهد شد. خب اینجا شما میزنید go to Mendeley، شما رو هدایت میکنه به نرم افزار مندلی. کدش رو ما کپی کردیم، میایم توی بخش add entry به صورت منوالی، به صورت دستی. اینجا میایید پایین تا گزینه DOI رو پیدا کنید، کنترل V پیست میکنید. با فشار دادن و کلیک کردن بر روی لوکاپ یا این علامت ذره بین، نرم افزار این رو سرچ میکنه و پیدا میکنه، مقاله رو پیدا کرد. طبیعتاً باید به اینترنت وصل باشید. این رو سیو میکنید، برمیگردید مجدد به مقالتون، جایی که میخواید استناد کنید
دوباره میزنید اینسرت. اینجا کافیه تو همین باکسی که باز میشه مجددا کنترل وی بزنید. اون مقاله ای که سیو کردید و ذخیره کردید اینجا پیدا میشه. انتخابش میکنید، اوکی رو میزنید و اینجا سایت شد داخل کروشه عدد 1 و همین سادگی. حالا مثلا میایم برای جمله بعدیتون، اینجا میخوام سایتیشن شماره 2 بیفته. میریم از جورنال یا از مقاله هایی که ازش استفاده کردید اون فایل مربوطه رو پیدا میکنید یا وارد وب پیج اون مقاله میشید، مجددا دی او آی اون رو کپی میکنید. این رو هم از سایتش میتونید کپی کنید، هم از فایل پی دی اف اون مقاله کپی کنید. برمیگردید به صفحه ورد، مجددا جایی که میخواید سایتیشن رو انجام بدید اینسرت سایتیشن رو میزنید، میرید توی گو تو مندلی، اد اینتری مانیولی، بعد میاید دوباره روی دی او آیش رو کپی میکنید، جستجو میکنید، پیداش میکنه، سیو رو میزنید. برمیگردید به فایل وردتون، جای مربوطه دوباره اینسرت سایتیشن، در همین باکسی که باز شد کپی میکنید، مقاله ای که سیوش کرده بودید اینجا به نمایش در میاد، اوکی رو میزنید و رفرنس شماره 2 شما اینجا اینسرت میشه. حالا ما فرض میکنیم که به این پاراگراف شما دو تا میخواید رفرنس استناد کنید، هیچ فرقی نداره، میایید مقاله بعدیتون رو پیدا میکنید از هر جایی که استفاده کردید. بالفرض مثال دیوهای اون مقاله رو مجدد کپی میکنید، میرید توی ورد، insert citation، go to Mendeley، add به صورت دستی تو گزینه DOI سرچش میکنید، ذخیرش میکنید، مجدد برمیگردید به ورد، بعد از رفرنس 2 insert citation مقاله جدید رو اد میکنید و اوکی میزنید، به عنوان شماره سوم رفرنس شماره 3 اینجا اضافه شد. ولی شاید بگید که خب اینجور نمایش دادنش حرفه‌ای نیست. شما اگر اینو هایلایت کنید جمله رو میبینید این رفرنس ها یه مقدار تیره تره از متن خودتون. خب دو وسایل شما میتونید با همدیگر به راحتی مرج کنید، کافی این دوتا رو انتخاب کنید و میاید اینجا مرج سایتیشنز رو بزنید، دو و سه به این صورت اتوماتیک اینجوری اضافه شد. دقت کنید اگر به صورت دستی این کار رو انجام بدید بعدا اگر اینا پس و پیش بشن ترتیب شماره ها عوض نمیشه، ولی الان اگر شما بیاید در کنار یک رفرنس یک رفرنس جدید اضافه کنید این دو و سه اتوماتیک عوض میشن به 3 و 4. مثلا اگر من بیام مجددا یک رفرنس دیگری بخوام استفاده کنم، دیوهای مربوطش رو میام استفاده میکنم توی بعد از شماره 1، این رو اضافه میکنم به مندله خودم و خواهید دید که به صورت اتوماتیک اگر من اینجا یک رفرنس جدید اضافه کنم رفرنس های بعد از اون شماره هاشون سورت و مرتب خواهد شد، 1 و 2 رو هم میتونم مجددا مرج کنم. به این سادگی و به صورت اتوماتیک ما رفرنس گذاری کردیم در متن. اما نکته اساسی و مهم، آخر هر مقاله میدونید دیگه بخش رفرنس هاست. خب عنوانش رو تایپ کنید، رفرنسز رو اینجا تایپ کنید، حالا خواستید این رو میتونید بولد کنید. خب پایین این میخوایم این 4 تا رفرنسی که استفاده کردیم اتوماتیک نوشته بشه. میاد توی همون بخش رفرنس insert بیبلیوگرافی رو میزنید، رفرنس ها به صورت اتوماتیک اینجا اضافه شد. حالا اگر چپ نویس یا راست نویسش مشکل داشت این رو میتونید به سادگی ادیتش کنید و رفرنس ها رو شما به صورت اتوماتیک اینجا دارید. و نکته جالب اینجاست که الان این رفرنس ها بر اساس الگوی جورنال دایاموند اند ریلیتد ماتریالز اینجا اینسرت شده. شما میتونید با جورنال های دیگر و با استایل های دیگر رو انتخاب کنید، اتوماتیک همه رفرنس گذاریاتون به استایل اون ناشر و جورنال جدید در میاد بدون اینکه بخواید به صورت دستی دچار دردسر بشید. بنابراین اگر شما یک بار به صورت اتوماتیک رفرنس هاتون رو اینسرت کرده باشید
بعدها به راحتی میتونید استایل و الگوش رو عوض کنید. امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. سوال یا ابهامی بود در بخش کامنت ها بپرسید، ما به شما جواب خواهیم داد. خدا نگهدارتون. خب آموزش رو دیدید؟ امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید. دوستان اگر سوالی، نظری یا انتقادی داشتید خوشحال میشیم که این پایین تو کامنت ها ببینیمش. همچنین اگر ایده ای دارید یا درخواستی دارید که ما در موردش ویدیو بسازیم حتما ما رو مطلع بکنید. خدا نگهدار.